شرکت پارستل خدمات برتر خود را در آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، مالزیا، بحرین و دیگر کشورها به شما مشترکین عزیز عرضه می دارد. تماس به تهران فقط به مبلغ 3.9 سنت بدون هزینه اضافی. برای اطلاعات بیشتر با شماره ما در اروپا و آسیا 2049-403-1875-75، در کانادا 1-866-642-6700، در آمریکا 1-800-267-1350 تماس بگیرید. دانیال خیلی مدیونم، هر کاری برای اون حاضرم بکنم. بله میفهمم. شما خوب به حرفای من فکر بکنید، انشالله هرچی که قسمت باشه. چشم، حتما. ایزی میدی شما رو تا ترمینال برسونم ها؟ نه خیلی ممنون، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، با تاکسی میرم. آه. هر جور که راحت هستی. سفرتون خوش، خدا نگهدار. خدا حافظ. دانیال خسته نباشی. ممنون. چی شد؟ حل شد کلش؟ کلن حل شد، رفت. تازه من فهمیدم که گیر کار کجاست. کجاست؟ هیچ، یا سوء تفاهم ساده. ها، یعنی من کار کرده بودم؟ نه بابا، تو چرا به خودت میگیری این چیزا رو؟ خب شما میگید سوء تفاهم، چه میدونم؟ نه ببین جوون، تو باید نشون بدی که مرد مردستان این عرصه ای. بابا چرا رمزی حرف میزنی؟ اون خیال میکنه تو یه بچه پول داره بیخاصیتی. خب من بچه پول داره هستم، ولی بیخاصیت؟ بله، نه بیخاصیتی، نه بچه مثبت، البته به قول جوانای امروزی. بابا جو میشه لطفا بری سر اصل مطلب؟ دانیال، تو 6 ماهه به دنیا اومدی؟ نه خیر، بنده 9 ماهه به دنیا اومدم، کسی را منتظر نذاشتن. خیلی خوب، پس بدون که اصل موضوع خواستگاریه، ما الان تو مقدمات کار هستیم. قضا در چه حاله؟ قضا خوبه بابا، تو رو قرآن بگو من رو نسته جون کردی. بایی سوختگی میام. نه آقا، ببین من با این خانوم مفصل صحبت کردم، به نظرم دختر خوب خانومیه. خب خدا رو شکر. اون منظورش اینه که مرد آیندهش رو پای خودش بیسته. دانیال منظور؟ یعنی جنابالی هیچ ارسی نمیبری، حتی یه پاپاسی. از فردا صبح باید این آستینا رو بالا بزنی، از بی بسم الله تا تای تمت شروع کنی به کار کردن و عرق جبین ریختن. بعدم پولا رو درستی تقدیم خانم آیندت بکنی. روشنه؟ روشنه؟ میگه من شوهری میخوام که مستقل باشه، متکی به پدرش نباشه. شما چی گفتی؟ منم خدمتشون عرض کردم که بله، بله حق با شماست. ما هم یه پسر یه لاغوا داریم که تو خونه است. شما تشریف بیارین، دستشو بگیریم، ورداریم ببرین خیرشو ببینین. ظاهر و باطن. اینقدر ما رو اذیت نکن، بگو. نگران نباش دانیال، بقیش توضیح دادم. گفتم دانیال فقط پسر من نیست، رفیق منه، شریک منه. هرچی من مال و منال دارم 50-50 است. ما مخلص شماییم. به خصوص سهمش حاصل تلاش خودشه، در همین سالهای گذشته، بی منت. شما لطف دارید. خب قضا چی شد دانیال؟ سوخت. قضا که جای انگشت جنبالی بسر مرغ مونده که. بس بریم بزنیم دورج. بریم آخو. تو نگرانه چی؟ آیندم. آیات من تصمیم میکنم. با چی؟ با هیچی؟ نه هیچی هم که، به هر صورت مگه فروشگاه رو ندیدی؟ انبار رو ندیدی؟
اون که سندش به نام پدرته. آره ولی پدرم گفته که هر موقع بخوام به نامم میزنه. امیدوارم. امیدوار نباش، مطمئن باش. ببینم تو دقیقا دلت چی میخواد. هر چی باشه من قبول میکنم. بلخرجی نکن، مرشکست میشی. مرشکستشم. خیلی خوب، حالا که اصرار میکنیم، اول مهریه. مهریه؟ 1367 سکه طلا به سال تولده. باشه. از من میگی کی داده کی گرفته. یه خونه ویلایی شمال شهر تهران. باشه. 500 متر. 500 متر شمال شهر تهران. باشه. زیاده. نه باشه. سندش به نامم بخوره. به نام تو. باشه. ساکت شدی؟ باشه. فقط ببینم، مگه نگفتی هر وقت اراده کنیم پدرت همه چیو به نامت میکنه؟ چرا هنوز هم میگم؟ مگه پدرت به من نگفت رفیقید، شریکید، هرچی دارید نصف نصفه؟ خب دیگه، تو تنها پسرشی، نباید دلتو بشکنه، مگه نه؟ نمیشکنه. فقط تو همینه که گفتی و واقعا جدی گفتی؟ نه من شوخی نمی کنم، خیلی جدی گفتم. الان میخوام برم ترمینال، میرسونی؟ باشه. بریم. پونصد متر؟ ویلایی؟ اونم شمال تهران؟ این دختر دندونای منو شمرده؟ باید حدس میزدم. تمام اون حرف و حدیثا، این که دانیال هیچی از خودش نداره، وابسته به پدرشه، همش داستان بود. باید اعتراف کنم که گول این دختر بچه رو خوردم. عجب اشتباهی کردم. باورم نمیشه یه آدم اینقدر پولکی. ببخشیم بابا. دانیال، دانیال کجا میری؟ دانیال حاج آقا طوری شده؟ نه طوری نشده. لطفاً یه لیوان آب برای من بیارید. ممنون. روز آینده برنامه اومدم اونجا رو ندارم. تلفنی نمیشه؟ راجع به این شرط و شروط شما بفرمایید. واقعا جدیه؟ من چرا باید با شما شوخی کنم؟ ظاهرا شما به فکر آینده خودتون هستین. آینده همسرتون براتون مهم نیست. من به آینده فکر میکنم دانیال، به عشق. حالا چون پسر من عاشق شما شده، شما باید ازش سوء استفاده بکنین؟ آقای رادمش، من سوء استفاده نمیکنم. من شرایطمو برای ازدواج عرض کردم. من چرا باید این شرایط رو بپذیرم؟ شما نه، دانیال. همون دانیال. به خاطر اینکه ادعا میکنه دوست هم داره، عاشقمه. اون هیچ شناختی از خانواده شما نداره. من هنوز مادرتون رو ندیدم. شما جای من بودین قبول میکردین؟ دانیال قراره با من زندگی کنه، با مادرم. بنده به عنوان پدر دانیال تا زمانی که خانواده شما رو ندیدم با این ازدواج موافقت نمیکنم.
شما هر وقت شرایط منو پذیرفتین به من بگین، من دعوتتون میکنم منزل مادرمو ببینین. که اینطور. خدا حافظ. دانیال، 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 الو. سلام، خوبی؟ به بابام چی گفتی؟ حرف خاصی نزدم. شرایطمو دوباره برای ازدواج بهش گفتم. نباید میگفتم؟ چرا؟ چرا باید میگفتی؟ به من میگه من خانوادتو نمیشناسم. مادرمو میگه. مهمت چقدر تو رو میشناسم؟ پدرتو چقدر میشناسم؟ اصلا این چند ماه شناخت برای عمر زندگی به نظرت کافیه؟ نه، نمیشه. نمیفهمم چرا این حرفا رو میزنه. یه جوری حرف میزنه انگار من شماها رو کاملا میشناسم، فقط اونه که ما رو نمیشناسه. ببین نورا، من اصلا کاری به این حرفا ندارم. من به خاطر تو هر کاری حاضرم بکنم. من نمیخوام تو به خاطر من اذیت شی. نه، من باهات وایسادم. یه ذره وقت نمیشه. سلام. سلام. میخوام فروشگاه رو بفروشم. ده؟ خیلی خوب، پس این خونه رو بفروش. پولشو بذار رو پول فروشگاه، کارگاه. شاید بتونی یه 200 متری ویلایی توی منطقه خوش آب و هوا با بدل نورا خانم براش بخری. همین کارو میکنم. ولی من یه همچین اجازه ای نمیدم. تا خانوادش رو نشناسم، ایل و طایفش رو نبینم، نشناسم، ندونم کجا دارن زندگی میکنن، محال به این وصله تن بدم. حتی اگر از همه شرایطشان بگذره. متاسفم. برای یه بارم که شده میخوام به حرف دلم گوش بدم. عقلتو به کار بنداز دانیال. میفهمی داری چی میگی؟ بله، کاملا حواسم. نه، حواست نیست. اتفاقا حواسم هست، بیشتر از همیشه. خوب میدونم دنبال چی هستین. دنبال ایل و طایفه و ریشه و تبار نورا، هویت نورا، هویتی که من ازش بی‌بهرم. که اگه روزی برسه که ازم بپرسه من چیزی ندارم بهش بگم. حواستون هست؟
بله 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 همون فروشگاه صنایع دستی است. یه فروشگاه طبقه بالا داره، یه فروشگاه طبقه پایین همراه با یه کارگاه. ستایش با هم. بله. خدا نگه دارم. دویستایی میشه؟ 220 متر. قلوم سیه سنقطیه؟ نه خیلی سنده قطیه، البته به اسم پدره، ولی خب فکر میکنم خیلی فرقی نمی کن. طور نیست. اگه دوست داشته باشین پایین هم میتونیم ببینیم. بفرم. بستگی به نظر شهردار داره، احتمال 4-5 داره. واسه بالا و پایین رو هم 200. بله بالا و پایین رو هم 220 متر. بله بله ابعادش خوبه. الو سلام عرض شد. در مورد این آگهی تو می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. بله. این دقیقاً کجای فرمانیه میشه؟ آها اون وقت چند متره؟ بعدش قیمت؟ الو سلام عرض شد. در مورد این آگهی تو می‌خواستم ازت بپرسم. این کجای الهیه میشه؟ و چند متر دقیقا؟ یعنی میشه 1.5 میلیارد حدود. خداحافظ. شبتون بخیر. مشکلی پیش اومده؟ دارید با خودتون چی کار میکنید آقای رادمنش؟ متوجه نمیشم. اون دختر داره نابودتون میکنه. یادتون هست بهم گفتین؟ گفتین که وقتش که برسه فروشگاه رو به نامم میزنین؟ حالا وقتشه. کی گفته حالا وقتشه؟ پس کی وقتشه؟ هر وقت که من تشخیص بدم. پس یه دفعه بگی نمیخوایم به نامم بزنین و خلاصم کنین دیگه. آره درست فهمیدی، نمیخوام به نام بکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه تو نمیفهمی چی کار بکنی. 200 متر فروشگاه و 300 متر کارگاه و میخوای مفت بدی بره. یه مشتری دارم که خوب میخره. تو کی میخوای بفهمی؟ میدونی فقط سرقفله اون فروشگاه چقدر میشه؟ مشتری چیکار با سرقفلیش داره؟ مگه میخواد کار منو ادامه بده؟ میکوبه از توش یه برج در میره تمام. تو طرف کی هستی؟ خودت یا خریدار؟ شما طرف کی هستین؟ خودتون یا پسر که ادعا میکنی همه زندگیتونه؟ ها؟ با شما من اصلا دوست هم نداری. نه اینطور نیست. چرا؟ همینطور. همه دنیا فدای یه تار موت. من چیزی نمیخوام، هیچی، به خدا هیچی. همین که تو رو دارم برام کافیه. خوشبختی تو، سلامت تو، پیشرفت تو.
شما خوشبختی منو نمیخوای. دانیال تو رو خدا منو بفهم، من نگرانتم. نمیتونم به یه دختر جوونی که دست چپ و راستش رو تشخیص نمیده باج بدم. شما که عشق رو میشناختین حرف از باج دادن نمیزدین. بابا شما درک از عشق نداره. نه اینطور نیست، من همه عمر عاشق مادرت بودم. آره شما همه عمرتون رو تنها زندگی کردین، اصلا عشق نمیدونین چیه. من حتی شک دارم مادر خدا بیامرز هم دوست داشتین یا نه. من اگه عاشق اون مرحوم نبودم تا حالا چند بار ازدواج کرده بودم. نه خیر، دلیلش عشق به اون خدا بیامرز نیست. شما اصلا عاطفه نداری، لذت میبری از این که بهت بگن حاج آقا، حاج آقا مرد خیر. تماس به تهران فقط به مبلغ 3.9 سنت بدون هزینه اضافی. تماس نامحدود از ایران به اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، ترکیه و مالزیا فقط با پرداخت مبلغ 24.95 سنت در ماه. تماس به تهران فقط به مبلغ 3.9 سنت می باشد بدون هزینه اضافی. برای اطلاعات بیشتر با شماره ما در اروپا و آسیا 2049-403-1875-75 در کانادا 1-866-642-6700 در آمریکا 1-800-267-1350 تماس بگیرید. این سامانه. سامان پارسال خط تلفن خونگیش رو به کسپین بی وابسته کرد و حالا ماهیانه فقط 12.50 دلار پرداخت میکنه. این یعنی توی یک سال گذشته بیشتر از 400 دلار پسنداز کرده. تازه علاوه بر این خط جدیدش 15 قابلیت جالب مثل نمایشگر شماره، پیغامگیر و کال فورواردینگ داره که خطهای قبلی نداشتن. حالا تنها سوالی که مونده اینه که سامان با این 400 دلار چه کار میتونه بکنه. شما هم از هر کجای کانادا که هستید همین الان با کاسپین ویو تماس بگیرید و پسنداز کردن رو شروع کنید. caspianwave.com. خانم به دکتر چی بگم؟ نه خیر، مگه نمی‌بینید سرم شلوغه؟ خود برو به دکتر زنگ بزن. بله خانم. پدر من، شما چرا متوجه نیستید؟ اینجا من فقط یه بهیارم. همین. ببخشید خانم، می‌خواستم بدونم زخمیای ترمینال اینجا. بله، اتاق راهی سمت چپ باشه. راهی نداره. بفرمایید شما، خواهش می‌کنم آقا. زنم آوردن اینجا با برادر زنم. اسمشون چیه؟ ناهید و جمشید دالکی. دالکی؟ بذار ببینم. فکر نمی کنم دالکی داشته باشین. نه آقا، همچین کسا اینجا نیاورد. آقا من باید چیکار کنم؟ برید انتظامات بیمارستان. بله ببخشید. بفرمایید. اسمشون چیه؟ بهت که گفتم دالکی نداریم. نه ناهید نه جمشید. آقا بازم نگاه کن، خیلی ها کاملا از بین رفتن، از جنازه شون هم هیچی نمونده، بعضی ها مفقود شدن. شما مطمئنی؟ بریم پزشکی قانونی. یعنی شهید شدن؟ اگه مفقود نباشن.
یعنی چی مفقودم؟ آقا موشک خورده، از خیلی هم هیچ اثری نیست. آقا اگه زنده بوده باشن چی؟ بریم بیمارستان سینا، بعضی هم بردن اونجا. قدرت سلام آجا. سلام علیکم. بفرمو تو. آقا قدرت، دانیال اینجاست. برای چی آجا اینجا؟ مگه خونه نی؟ اتفاق افتاده؟ نه نه. جریان چیه؟ هیچه. مهران چی میخواد؟ هیچه. این رفته اومده، تلفن بازی ها، خودت که میدونی قضیه اون نیست، همه چی به تو مربوط میشه. من تو رو میشناسم، یه روده راست تو شکمت نیست. از اگه اینجوری هست هرچی بگم دروغ، باور نمی کنی. تفره نرو، باید بدونم چی کار میکنی. تو که منو میشناسی، هر کاری بکنم هیچکی نباید بفهمه. ولی چوبشو من باید بخورم، مکافاتش نصیب من میشه. میخوای گوهرم از این خونه گم کنم راحت بشی؟ خلاف میکنی؟ ابدا و اصلا. پول گیر آوردی؟ دست برداب چی؟ من از حرف زدنت میفهمم، از نگاهت، از راه رفتنت، از خورخور خوابت. چیزی از من پنهون نکن. چی کار کردی؟ هر غلطی کردم به تو مربوط نیست. یه اون بدبختی کشیدم، میخوام این آخر عمری یه نفس راحت بکشم. جرمه؟ پس درست فکر کردم. نه، خب کردی. من دست از پا خطا نمی کنم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، اما یه لقمه نونو زهر مارم نکن.
کجا بودی؟ سلام. سلام. دیگه هیچ وقت این کارو نکن. هیچ وقت. قول میدی؟ اون قیافه در بدغون چیه تو پیدا کردی؟ روی دوش بگیری حالی به خودت بده ببینم. حوصله ندارم. من چه گناهی کردم که باید این قیافه رو تحمل کنم؟ ها؟ برو آقا جون، برو زودتر یه دوش بگیر. الو، سلام نورا جان، شما خوبین؟ مامان حالشون خوبه؟ میخواستم دعوتتون کنم اصفهان، تشریف بیارید با خانواده در خدمت بشیم. بله؟ نه خیر، راجع به اون شرط و شروط من هیچ حرفی ندارم. نه نه، منتظرتون هستم. فردا شب خوبه؟ بله، خیلی متشکرم، پس منتظرتون هستیم. سلام برسونید. خدا نگهدار. چطوره؟ قرار بود با خانم والده تشریف بیاریم. بله، ولی ایشون یه مقدار پاشون درد میکرد، نتونستن بیان. خب بالاخره که چی؟ ما باید ایشون رو ببینیم یا نه؟ ایشالله به زودی. ظاهرن ایشون عروس خانومن، نه شما. متوجه منظورتون نمیشن. رو پنهان میکنن. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بالاخره ما بزرگترها چهار تا حرف داریم که با هم بزنیم. بله، ایشالله به زودی دعوتتون میکنم منزل، به جای چهار تا 400 تا حرف با هم بزنید. ببینید، میخوام بدونید که اگر من کوتاه اومدم، اگر شرط و شروط شما را پذیرفتم، فقط به خاطر دانیال بوده. من نمیخوام اون بچه یه شرایطی براش پیش بیاد که... شما که گفتین چیزی که به دانیال میدین سهمشه، گفتین رفیقین، شریکین، پس منتی نیست. ببخشید یه لحظه. الو؟ الو، آقای رادمنش؟ من الان تو یه جلسه هستم، بعدا تماس بگیری. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. آقا من وقتی برای شما ندارم. ولی من باهاتون کار دارم آقای رادمنش. چرا دست از این بازی ها بر نمیداری؟ بازی در کار نیست، باز ببینم اتون. خوب گوشتو وا کن، من دیگه به احد و ناسی بازی نمیدم. حاج آقا، آقای رادمنش، به کی باج نمیدین؟ به شما. چی؟ این آخرین باریه که به کسی باج میدم، اونم فقط به خاطر دانیال. شما هم خانم بهتره بدونید که عشق و زندگی با کاسب کاری فرق میکنه. با مادرتون یه قرار بذارین، هر وقت ایشون حاضر بود به من خبر بدین، من در هر شرایطی برای خواستگاری آمادم.
سلام مامان. سلام عزیزم، راحت اومدی؟ آره. احوال نورا خانم؟ که اسم جدا بشی، هم دست من بشی،